بررسی چهارشنبه 14 بهمن ماه 68 دربی استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی برگزار شد. با توجهی که این دیدار اهمیت خاصی برای هواداران دو تیم داره و انگیزه های فوتبال ما هستن، در برنامه امشب به صورت ویژه به این دیدار میپردازیم. گزارش زیباری براتون تهیه کردیم که انشالله تقدیم به شما خواهیم کرد و همچنین گفتگوی داریم با دو تن از پیشکسوتان این دو باشگاه، استقلال و پرسپولیس، که به موقع خدمتتون خواهند رسید و باهاشون صحبت خواهیم کرد. برنامه شما عشق استقلال. استقلالی؟ بله. شما کجا آمدید؟ درود لرستان. یه بازی جوان مردانه داشته باشه. یعنی شما دنبال بازی جوان مردانه؟ آره، که ما حداقل همه رو از درود بلند میشیم میایم اینجا یه بازی جوان مردانه داشته باشه که حداقل دست خالی بر نگردیم به شهرمون. 100% برد استقلاله. چطور من مطمئنی؟ 100%. فردا 3-0 میزنه. استقلال 3-0 میزنه. 3-0. امکانات چطوره؟ امکانات خوب نیست. پتو اومدی واسه پتو میگه 20 دونه بوده. پتو واقعا کثیفه. هیچ که نمیتونه زیرش بخوابه. ان شاءالله که این بازی برد داشته باشه. حالا هر تیمی میخواد باشه. یه بازی قشنگ باشه که دیگه مردم حوصله‌شون سر رفته از این مسابقه. الان بلیت هست این وقت شب تو قاب. اومده میگه پایینو داریم 50,000 تومان. حالا که قانونی 2,000 تومان میگه 30,000 تومان. بلیت‌های بازی گذشته رو الان آوردن اینجا میفروشن. چند نفر اومدن امشب؟ خیلیان امشب، خیلیان. هولوش 2-3,000 نفرن. 2-3,000 نفر اومدن. حداقل یه برد داشته باشه. نه اینکه با 4 دور داریم میایم همیشه مساوی میشه. تمام این جذابیت این اصلا دربی یا شهرآوردها به حضور هواداراش. و همینجوری هم که میبینید الان باشگاه پرسپولیس کانون مشوقینش 3 دستگاه وانت هست، حدود 15,000 تا بسته غذایی آماده کرده اوورده اینجا. ما حتی شما موقعی که حضور پیدا کردید که هواداری استقلال بودن، بهشون ازشون پذیرایی کردیم به عنوان پرسپولیسی. یعنی خارج از 90 دقیقه میدان با هم رفیقیم. ما قوم اومدیم به عشق استقلال، اومدیم که فقط ببره. یه بازی جوانمردانه دو تیم ببینیم ما، و واسه هر دو تیم هم آرزوی موفقیت میکنیم. استقلالی هستی؟ علی پسرم پرسپولیسی. قرار بود اینجا چادر بزنن برای طرفدارای یکی از شهرستان میان، ولی اینجا کلا 20 تا چادر زدن. مگه ما که تماشاگر یکی از شهرستان پا میشیم میایم به عشق استقلال نمیایم؟ به عشق پرسپولیس مگه نمیایم؟ مگه آقای آشیانی، آقای حبیب کاشانی، قرار نیست که این هوادارا مگه سرمایه های تیماتون نیستن؟ این وضعیت اسکاندهی کلا 20 تا چادر زدن، بقیه باید تو این سرمایه وسط زمستان اینجا بیرون بمونن. همطور که مستظر هستید، دربی 68 استقلال و پرسپولیس با نتیجه 2-1 به سود پرسپولیس، با گل های کریم باقری و هادی نوروزی برای پرسپولیس و فرهاد مجیدی برای استقلال به پایان رسید. میخواییم برگردیم به دهه 60 و صحبت‌های مرتضی خونی‌زاده، بازیکن اسبق تیم پرسپولیس که بازیکن تیم ملی فوتبال کشور ما بودن، رو ببینیم و بشنویم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت کلیه بینندگان عزیز شبکه 5، شبکه تهران. بنده مرتضی فرونی‌زاده هستم، بازیکن دهه 60 تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران و تیم پرسپولیس تهران. از اون دوران هر چی بگم باز کم گفتم. بسیار تیم با انگیزه ای داشتیم. آقای پروین یادش بخیر سرمربی تیم بودن. تیمو فقط برای قهرمانی می‌بستن یا برای نایب قهرمانی. همینطور هم تیم مقابل استقلال هم همین نظریه رو داشت. من تا از اون بازی‌ها اگه خدمتتون بگم 14 دفعه من جلوی تیم استقلال تو دربی بازی کردم. اولیش سال 64 که بازی با نتیجه 3-0 به نفع تیم پرسپولیس خاتمه پیدا کرد. یکی از بهترین بازی‌های خود من بود. اولین بازی خودم جلوی تیم استقلال در تیمی که در پرسپولیس بازی می‌کردم بود. 7-8 دفعه هم تو تیم‌های مختلف جلوی استقلال بازی کردم. من تا این یه شیرینی دیگه‌ای داشت برام.
حالا میریم سراغ یکی از بازیکنان دوست داشتنی تاریخ فوتبال استقلال، یک چپ‌های دوست داشتنی سرعتی به نام جعفر مختاری‌فر که سالها برای استقلال با شماره 18 بازی میکرد و ما رو به آن دوران خواهد برد. در دو دهه پیشتر، دهه 70 و دهه 60، ببینیم استقلال پرسپولیس در آن زمان چطوری بازی میکردن و از خاطرات آن زمان برامون بگید. جعفر مختاری‌فر هستم، عضو سابقه تیم فوتبال استقلال و تیم ملی ایران. از سال 62 تا سال 70 تو تیم استقلال فوتبال کردم و هم بازی کنم آقایون حجازی، آقای چنگیز، آقای پرویز مظلومی، آقای مرغچیان، آقای اصغر حاجی‌لو، آقای احدی و بقیه بازیکن‌های دیگه. در مورد استقلال اون زمان دوره خودم، ما از اولین هفته‌ای که شروع می‌شد به تمرین در یک حال و هوای و فضای قهرمانی فکر می‌کردیم و تمرین می‌کردیم و امکانات ما خیلی محدود بود، زمین فوتبال نداشتیم. و در مورد روز مسابقه که می‌خواستیم مسابقه بدیم، چند روز تو اردو بودیم، با هم هماهنگی می‌کردیم. علاوه فکری یک فکر می‌شدیم، متحد می‌شدیم. فقط به دنبال قهرمانی بودیم. فقط به دنبال برد تیم پرسپولیس بودیم. نه حتی مسابقه. امیدوارم که برنامه امشب ما تا این لحظه مورد پسند بر توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. حالا میشینیم پای صحبت دو عزیز، دو بازیکن اسبق تیم‌های پرسپولیس و استقلال، جناب آقای مرتضی خونه‌نژاد و جناب آقای جعفر مختاری‌فر، در خصوص دربی 68 و صحبت‌های کارشناسیشون رو می‌بینیم و می‌شنویم. بازی که روز چهارشنبه برگزار شد، به نظر من از نظر کیفیت بار فنی آنچنان خوبی نداشت و میتونست خیلی بهتر از این بشه.
بازی رو خیلی تیم استقلال خوب شروع کرد و خیلی زود به گل رسید. و یه چیز هم خدمت بینندگان عزیز بگم، یه چیز طبیعیه، مخصوصا این دوتا تیم، هر تیمی که گل میزنه طبیعیه بلافاصله مجبور میشه که به عقب بره و متعاقبش امکان داره گل مساوی یا حتی گل بیشتری هم بخوره. من تعجب میکنم از آقای شیس رضایی که توپی که آقای کاظمی به اون سادگی رو وقتی پشت دفاع میندازه یا لیز میخوره یا از روی سرش رد شه، کسی که نزدیک 1.90 سانت قد داره. به هر حال همین طرف هم اشتباهی که آقای امیرآبادی کرد، یعنی گلایی که رد و بدل شد این دوتا گل، متاسفانه ضعف شدید دفاعمون بوده، یکی از کنار یکی هم از وسط. نیمه دوم پرسپولیس یه خورده بهتر بازی کرد و تونست مزد زحماتشو با توپی که آقای کریم باقری از فکر میکنم از 30 متری دقیقه 88 زد. باور کنید اگر این گلو، من تجربه ثابت کرده، اگر این گلو دقیقه 55 یا 60 کریم میزد، باور کنید یا گل مساوی رو استقلال میزد یا امکان پیروزیش هم بود، چون زمانی نبود که بتونن مثلا تلافی کنن. به هر حال بازی بعدی نبود، به هر حال برنده اصلی تماشاچی ها بودن که این حرف و حدیث ها دیگه تموم شد که این 7-8 بازی قبل نمیدونم مساوی شده یا خدای نکرده بوی تبانی میاد. خوشبختانه یه تیم برنده شد و تبریک میگم به آقای دایی و بچه‌هاشون، فوتبالیست‌های ارزنده پرسپولیس، که تونستن این بازی رو ببرن. به تیم استقلال هم تبریک میگیم، به هر حال زحمتشون رو کشیدن، انشالله که بتونن بازی‌های بعد موفق باشن. تیم استقلال پرسپولیس خوب بازی کردن. در زمان ما، اجازه بدید برگردیم یه دو نسل گذشته، در زمان ما هر کی پاس بد میداد به اصطلاح ناراحت میشد، اما تفاوتی که با این دوره داره پاس بد زیاد هستش، اما سرعت فوتبال یه مقداری بهتر شده. بازیکنهای اون موقع تکنیکی تر بودن، الان تکنیک فوتبالی مقدار کمتر شده و روند بازی ما همیشه حالت تهاجمی رو داشته. تو 90 دقیقه که استقلال بازی کرد، سه صحنه حدوداً 14-15 ضربه‌ای بود که تیم استقلال با هم دیگه پاس دادن، رد و بدل شد و چقدر فوتبال زیبا شد. این همین حرکت رو پرسپولیس انجام داد در دو صحنه و هم از فوتبال بچه‌ها لذت بردیم، هم از کارهای انفرادیشون، هم از کارهای گروهیشون. اون چیزی که لذت میده به انسان، طرف بیننده، کار گروهی یه تیم هستش. به اضافه این که کارهای انفرادی هم ندیده نگیریم که بتونن بازیکن‌ها رو دیر بزنن اینا، اما بقیه اوقات، یعنی تو 90 دقیقه حساب بفرمایید، مثلا 80 دقیقش هر کی هر کاری خواست کرد که نباید بکنه. وقتی مربی چیزی نداشته باشه بازی کنم، ببینید با شما میخوایم ببینیم که مثلا مربی خوبه یا بده، فوتبالی که تیمش بازی میکنه نشون دهندش. یعنی بازیکنایی که با هم دیگه میگن هماهنگ، هماهنگی هست، ولی چی رو بهش میگن هماهنگ؟ یعنی من ذهنیت هم به این باشه که عبدالعلی چنگی چجوری پاس بهش بدم که چجوری فرار بکنه، چجوری دریبل میکنه. الان نداریم بازیکن که بخواد تک به تک هم میشه، نمیتونه، مگر تو سرعت بخواد بره، اون تکنیک لازمه رو نداره. نگاه های بیننده که بخواد طرفدار استقلال بشه یا پرسپولیس، یه سری فاکتورهای خیلی مثبت رو باید داشته باشه. مثلا از اون تیم اون فوتبال زیبا رو ببینه، اون تکنیک های ناب فوتبالیست های ایرانی رو ببینه، اون شخصیت تیمی رو ببینه، شخصیت انفرادی رو ببینه، سرعت فوتبالیست ها رو ببینه و جذابیت های دیگه فوتبال رو. اینا رو که نگاه میکنه
به اون تیم سوق پیدا میکنه، یا استقلال یا پرسپولیس. ویژگی‌های همش رو میتونم بگم یکسانه، چون هر جفت اینها دوست دارن بهترین شخصیت‌ها رو داشته باشن، بهترین فوتبال‌ها رو انجام بدن، بهترین تکنیک‌ها رو داشته باشن و بیشترین برد رو داشته باشن و پر مسلم با شخصیت، هم انفرادی هم تیمی. اگه دقت کرده باشید همه جای دنیا بازیکنای مسن دارن و این نیاز هر تیمی هست به نظر من. این بازیکنای پیشکسوت که سنشون بالا هستش خیلی از مشکلات درون داخل زمین رو میتونن حل بکنن. برای مثال دربی 68 رو که بهش توجه بکنیم، یه حرکتی بین شیس رضایی شد با دروازه‌بان و میانداری کرد آقای باقری. این اون ارزش رو داره برای ضمن اینکه پیشکسوت درسته پیشکسوت سنش بالاست، اما میبینید که توی یه بازی حساس و یه فوتبال خیلی سنگین حتی این پیشکسوت هم میتونه گل هم بزنه. در اقصی نقاط دنیا هم همینطوره. اینکه کیفیت فوتبال ایران بخواد روز به روز بهتر بشه یا حداقلش اجازه پس روی رو نداشته باشه، البته دو تا بحث داره، یک بحث داخل کشور هستش، یک بحث مسابقات برون مرزی هستش. داخل کشور رو باید درستش بکنیم. چطور میشه درست کرد؟ با آموزش هایی که مربیان به فوتبالیست ها میدن، با کارهای تاکتیکی مربیان باید آموزش بده به فوتبالیست ها و انجام بدن، باید اون کار رو انجام بدن. خدا بد نده چی شده؟ نمیدونم سنگ خورده نمیدونم. یعنی آخه تماشاگره با شما که یه عکاسی چی کار داشتن؟ نمیدونم صحبتت چیه برای تماشاگره؟ تماشاگره که واقعا تماشاگر نیستن، تماشاگر نما هست. یه عکاس وظیفه‌ش اینه که بره عکس بگیره، حالا یا حمله پرسپولیس یا حمله استقلال. ولی الان سرم اینقدر خون اومد، اینقدر تا خدا پدر دکتر نوروزی رو بیامرزه که یعنی یه برد و یه باخت ارزش اینو داره که مثلا چه حرکاتی بکنم. واقعا آدم متاسف میشه. من اولین بازی این تیم عکس گرفتم، یعنی حداقل 45 سال کار ورزشی میکنم، تا حالا سرم سنگ نخورده بود. متاسفانه تماشاگرها میگفتن که مساوی نباشه، تبانیه. حالا که یه تیم برده بالاخره باید عادت کنن که بالاخره یه تیم میبره یه تیم میبازه دیگه. این حرکت خوب نیست. حالا شما اینو بررسی میکنید؟ گزارشاشو میدم کمیته انضباطی، حالا رسیدگی میکنم. حالا یکی از عکاسام که آقای کاوه است سرشون شکسته اونجا، ما از باشون صحبت دیدم. حالا دیگه موارد دیگه هم پیش اومده، حالا ببینیم چی میشه. وقت یه تیکم دروازه‌بان پرسپولیس تو جایگاه ویژن بود دیده شد، درگیر شد. اونم دیده شد، اونم قطعا گزارشش به کمیته انضباطی داده میشه که دروازه‌بان پرسپولیس هم نباید این کارو میکرد با هر کسی. حالا فرق نمیکنه چه مأمور حراست باشه چه مردم باشن، این کارو نباید میکرد. در یه جنبندی کلی نظر شما در مورد بازی چیه؟ بازی که خیلی خوب بود، مشکلی نداشت. هیچ مشکلی نداشت. آقای مظلوم خسته نباشید، نظرتون در مورد بازی چیه؟ خب دو نیمه متفاوت داشت. نیمه اول استقلال خیلی خوب بازی کرد، نیمه دوم پرسپولیس خوب بازی کرد. من تبریک میگم به تیم پرسپولیس. این فوتباله و هر حال یه طرف باید میبرد که این مسائل حاشیه هم ایجاد نشه. فکر کنن که خب دو تا تیم و هر حال هر بازیشون مساوی میشه. دیدید که اینطور نبود و خب هر کی بهتر تونست از فرصت‌ها استفاده کنه به گل رسید. ما نتونستیم از فرصت‌هایی که به دست آوردیم نهایت استفاده بکنیم، ولی اونها توپ از فاصله دور که زدن خیلی راحت تبدیل به گل شد. به هر حال این فوتباله. من تبریک میگم به تیم پیروزی های دایی بچه‌ش.
بازی خوبی به خدا شکر فکر می‌کنم که همه از دیدن یه بازی جذاب خوشحالم و خدا شکر می‌گم که جلو هوادارمون شرمنده نشدیم و 3 امتیاز با ارزش از استقلال گرفتیم. بازی خیلی خوبی بود الحمدلله. یکی از دربیایی بود که میشد بگیم شاید بگیم بهترین دربیایی بود که من خودم دیده بودم توی این چند سال اخیر. بازی افت و خیز خیلی زیادی داشت. دو تا تیم موقعیت‌های خوبی داشتن. اون تیمی که از موقعیت‌هاش استفاده کرد برنده میدون شد و خدا رو شکر می‌کنم که جواب اون حمایت‌هایی که هوادارهای خوبمون دادن رو تونستیم با یه برد شیرین بدیم و ایشالله این روند ادامه دار باشه و نزدیک و نزدیک‌تر بشیم به صدر جدول. بفهمید که نیمه اول خب استقلال یه مقدار شرایط بهتری داشت. شما نیمه دوم این شرایط رو تغییر دادین. نظرتون در خصوص بالاخره حساسیت بازی باعث شده بود که یه مقدار فشار زیاد باشه روی بچه‌ها و بعد از گل زود هنگامی که استقلال زد فشار رو تیم ما بیشتر شدش و بین نیمه تایمی بودش که بچه‌ها بتونن خودشونو پیدا کنن و صحبت‌های کادر فنی باعث شدش که بچه‌ها ترکیبمون رو بتونیم بهتر و بهتر توی زمین ارائه بدیم کارهای تاکتیکمون رو. والا این حاصل تلاش بقیه بچه‌ها بود که من تونستم گل خوبی بزنم و مبارک تماشاگران باشه بازیکنامون و جا دار که از طرفدارای استقلال هم تشکر بکنم و امیدوارم که تیمشون بازی بعدی بتونه موفق باشه که هوادارانشون شاد بشن. بیشتر از این خوشحالم که تمام این هوادارهای ما خوشحال بودن و فهمیدن که هیچ تبانی تو کار نبود. یعنی واقعا متوجه شدن که 4 تا بازی قبل هم اگه مساوی شد هیچ تبانی تو کار نبود و الان اگه 5 تا دربی بعدم مساوی بشه همه که دیدن هیچ تبانی تو کار نبود. ما بازی رو 2-1 بردیم. پرسپولیس 2-1 برد. 3 امتیاز بازی رو گرفت. هیچ تبانی هم نبود. خدا رو شکر. رمز موفقیت و این برد ما همبستگی رفاقت و این تماشاگرای خوب بازی خیلی خوبی بود به نظر من. هر دو تا تیم خوب فوتبال بازی کردن و فکر کنم طرفدارای هر دو تا تیم راضی بودن از سطح کیفی بازی و یکی از بازی‌های قشنگ دربی بود. بفرمایید که شرط پرسپولیس در ادامه چگونه می‌بینید؟ ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم. تازه اول کار هستیم ان شاءالله سعی می‌کنیم روز به روز بهتر بشیم. صحبت شده بود که یه نفر به کادر فنی شما اضافه میشه. نظرتون چیه؟ نه فعلا اضافه نمیشه چون میخوایم یه تصمیم درست بگیریم. میخوایم یکی اضافه بکنیم که به دردمون بخوره. چند تا گزینه در نظر داریم که داریم خوب روشون فکر میکنیم که انشالله بتونیم یه نفر که بتونه به ما کمک بکنه رو اضافه کنیم. فکر کنم دو تا تیم خیلی خوب بازی کردن و اینکه ما خیلی فکر کنم موقعیت داشتیم تونستیم از دو تاش استفاده کنیم و واقعا خوشحالم که بعد بازی دیدم این همه هوادار ما خوشحال بودن و خیلی هاشون هم اشک شوق میریختن. واقعا تقدیم میکنم این برد به همه طرفدار سرخ پرسپولیس. خب اونا هم موقعیتاشون حتی موقعیتی که نداشتن یه دونه خب شوت بود که اونم تبدیل به گل شد. ما هم از موقعیتامون خوب استفاده نکردیم. فکر میکنم قبل از اینکه اونا گلشون رو بزنن ما یک دو تا موقعیت خیلی خوب داشتیم که متاسفانه نتونستیم استفاده کنیم. حالا فکر میکنین روند استقلال در ادامه چه خواهد شد؟ ببینین فکر نمی‌کنم تاثیر زیادی روی روند ما بذاره چون ما الان 3-4 هفته روند خوبی رو در پیش گرفتیم و مطمئن باشین که ما داریم خودمون رو آماده می‌کنیم ان شاءالله هم بازی‌ها رو بهتر انجام بدیم هم برای جام باشگاه آسیا بیشتر آماده بشیم. بازی خوبی بود ولی متأسفانه ما نتونستیم تماشاگرمون رو راضی به خونه‌ها بفرستیم. از این بابت ناراحتیم ولی می‌تونستیم برنده این بازی هم باشیم. شرایط فوتبالی اینجوری رقم خورد که اونا هم موقعیتاشون فکر می‌کنم بهتر استفاده کردن برنده بازیمون. تبریک میگم بهشون. مثلا رو گل دوم که نمیتونستی مقصر باشی چون خب خیلی شوت سنگینی بود. ولی رو گل اول مقصر بودی؟ مثلا بحث گل وقتی دروازه‌بان گل میخوره، به هر حال فکر می‌کنم وظیفه‌اش خوب انجام نداده دیگه. من تمام تلاشمو کردم. حالا بعد اونو کارشناسا نظر بده. بفهمید که در ادامه روند کار استقلال چه خواهد شد. باید هر چیز زودتر این باختو فراموش کنیم، به فکر بازی آسیایی و بازی بعدمون تو لیگ باشیم. ان شاءالله که بتونیم جبران این موافقت. مستحق باخت نبودیم. خوب فوتبال بازی کردیم. میتونستیم هم حتی برنده این بازی باشیم. ضمن که تیم حریف برتری اون چنانی نداشت، شاید هم از ما کمتر بود، ولی خب ما رو اتفاقات فوتبال باختیم. شما بین بازیکناتون به نحو داوری اعتراض دارید؟ 100% اصلا این داور در حد بازی این بازی نبود. به هر حال آقای مظفری زاده با خونسردی بسیار خوبی نیمه دوم به نظر من شاید اقرار نکنم اگه بگم که اشتباه نداشت، برای اینکه کاملا تسلط داشت خصوصا از نظر روحی روانی. ببینید به هر حال تیمی که گل میخوره، شما ببینید اعتراض رو از چه موقع شروع کردن؟ دقیقا از اون موقع که گل خوردن. بنابراین داور کار خودش رو انجام داد، بسیار خونسرد، جایی که نیاز بود میره بین دو بازیکن اگه میخواست درگیری بشه. من اعتقاد دارم که تیم داوری خصوصا هماهنگ بودن با هم.